آقای نوریزاد، متاسفانه حدود بیشتر از 3 ماه هست که اعتصاب غذا و دارو دارند و زخمایی رو بر خودشون وارد میکنن، هر روز 5 زخم، و همه اینها باعث شده که ایشون 25 کیلو وزن از دست بدن و شرایط بغرنجی رو سپری کنند. 2 هفته قبل هم ایشون بیهوشی خیلی سختی داشتن که ایشون رو به بیمارستان طالاقانی منتقل کردن و خودشون میگن من اصلا متوجه نشدم کی من رو بردن و کی آوردن. و روز گذشتم که ما ملاقات داشتیم و هفته گذشتم همینطور که گلوشون عفونت کرده بود، به شدت سرفه میکردن. دیروز هم همین سرفه ها رو داشتن، یعنی یک جمله که بیان میکردن با سرفه، بعد دوباره جمله بعدی سرفه، یعنی سرفهشون قطع نمیشد. و خب شرایط سختی هست. شما تصور کنید که یک فردی 25 کیلو رو از دست داده باشه در عرض 3-4 ماه و با مرخصی خودش هم موافقت نمی‌کنه، چون اعتمادی به این مرخصی نداره، چون احساس می‌کنه که اگر مرخصی بیاد دوباره بعد 5 روز، بعد 10 روز بگن دوباره برگرد، چنان که در باره سایر زندانی هم مصداق داشته. و بعد از طرفی هم اونها آزاد نمی‌کنن، میگن همینطور بخوایم آزاد کنیم غیر قانونیه. در هر حال ما یک راه میانه‌ای رو پیشنهاد دادیم که گرچه عدم تحمل حد رو 4 ماه پیش صادر کرده بودن ولی آقایون قبول نکردن و حالا اقدامی براش انجام ندادن. ولی الان که این شرایط رو آقای نوریزاد داره و 4 ماه اعتصاب غذا و دارو بوده و به این شرایط رسیده، این عدم تحمل حبس رو میتونن براش صادر کنن، ایشون رو ببرن پزشکی قانونی و دیگه این راهکار قانونی هست. یعنی این راهی هستش که آخرین راهی هستش که میتونن آقایون اعمال کنن و آقای نوریزاد آزاد بشه. من خیلی متناقض پاسخ‌ها رو شنیدم. مثلا من خدمت دادیار زندان اوین که رفتم، به من گفتن که ما این عدم تحمل حد رو دادیم خدمت دادستان که ایشون نظر بده. و گفتم خب چقدر طول میکشه؟ گفتن 10 روز. گفتم خب بعد 10 روز من مراجعه میکنم. بعد 10 روز که من مراجعه کردم، گفتن که ما به خود زندانی ابلاغ میکنیم. بعد به آقای نوریزاد ابلاغ کرده بودن که نه، اصلا مورد قبول واقع نشده، هیچ دلیل خاصی نداره، اونها موظف نیستن دلایلشون رو به ما بگن، یعنی بر حسب اعتقاد خودشون، و متاسفانه نپذیرفتن. حالا ما اصلا اون رو نادیده میگیریم. من مثلا نظر من هست، نظر وکیلشون هم هست که خب الان ایشون رو ببرن پزشکی قانونی، مجددا ببرن و از مثلا از این تاریخ دوباره عدم تحمل 700% باید صادر بشه و صادر میشه و بعد بر اساس اون حالا مقررات قانونی رو طی کنن و ایشون رو آزاد کنن. ما الان در این مثلا مرحله هستیم و فکر می‌کنم تنها راه حلی هم که بلاز قانونی بشه، آقای نوریزاد آزاد بشه، این راه هست. وگرنه اگر این راه رو اینها اعمال نکنن، من فرض رو بر این می‌گذارم که اینها واقعا خوشحال هم خواهند شد که خدای نکرده برای آقای نوریزاد اتفاقی بیفته ایش و شاید باب میلشون باشه، چون اگر واقعا غیر از این هست، باید این عدم تحمل حبس رو پیگیری کنند و ایشون رو آزاد کنند. حقیقتش واقعا بنبسته، چون که ما اختیاری نداریم. قدم بعدی رو، یعنی هر قدمی که بخواد برداشته بشه از سوی اونها باید برداشته بشه. نهایت کاری که ما میتونیم بکنیم اعتراض، اعتصاب، تحصن، این کارها رو ما میتونیم بکنیم، ولی باز هم ما عامل آزادی آقای نوریزاد نخواهیم بود. ما فقط کاری که از اون برمیاد اینه نهایتاً، که من امیدوارم به اونجا کشیده نشه، یعنی اقدام و عمل همه دست اونهاست تا اونها چه نیت کنن و چه عمل کنن. 10 ماه تلفن ایشون رو قطع کردن. خدا شاهده، من از این هفته تا هفته بعد که بخوام برم برای ملاقات همش دلهوره دارم، یعنی تلفن که زنگ میخوره میگم شاید از زندان دارن تماس میگیرن با ما که خدای نکره خبر ناگواری رو به ما بدن یا ایشون رو به بیمارستان، هرچند که ایشون رو بیمارستان میبرن ما اصلا مطلع نمیشیم. خب اینا الان فرض دارم میگم، اینا الان نمیتونن آقای نوریزاد آزاد کنن. تلفن رو که میتونن بس کنن، این که کاری نداره، تلفن رو در اختیار ایشون قرار بدن. حالا اون شرایطی هم که خودشون میگن، حالا آقای نوریزاد رو ما ملزم میکنیم که رعایت کنه دیگه، مشکلی نداره، لااقل ما از این استراب و نگرانی بتونیم بیرون بیایم در طی هفته. ولی این کار رو هم نکردن متاسفانه، و اینها خب نشونگر یه سری مسائل هست که اصلا آدم نمیخواد بهش فکر کنه. من متاسفم واقعا، ولی امیدوارم که این راه حلی که ارائه شده کارساز باشه و آقای نوریزاد آزاد بشه. بیشتر این زندانیان سیاسی بیگناهن و همه اینها رو باید آزاد کنن،
همه اینها رو باید آزاد کنن بدون قید و شرط، بدون هیچ شرطی. و هر چقدر اینها به این دامن بزنن، دامن خودشون رو خواهد گرفت تبعاتش، تبعات این ماجرا دامن خودشون رو خواهد گرفت.